به نام خدا. ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت، امروز در خصوص پروگرام کردن برد STM32 در خدمتون خواهم بود و مقداری در این خصوص صحبت میکنم. برد STM32 یک بردی بسیار کامل که با فرکانس 72 تا 75 مگاهرتز عمل میکنه و دارای تعداد پین های دیجیتال و آنالوگ بالاتری هست و این برد علی‌رغم اینکه بردی بسیار ساده و با قیمت خیلی معقولی موجود هست، دارای امکانات فراوانی است. شکل ظاهری این برد به همین شکلی است که ملاحظه می‌فرمایید. البته من این هدرها رو روی این برد لحیم کردم، اما شکل اصلی زمان خریداری تقریبا همچون خارجی داره. از نظر برنامه ریزی و پروگرام کردن این برد، برای اینکه خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم با توجه به وقتی کمی که وجود داره، یکی از بهترین روش ها استفاده از پروگرامر آردینو هست و این کار خیلی خیلی ساده، اگر این ویدیو رو با دقت ملاحظه بفرمایید، انجام خواهد شد. اولین نکته‌ای که باید مد نظر شما عزیزان باشه این هست که میبایست فایل ها و گزینه های مربوط به پروگرام کردن برد STM32 رو ما میبایست در آردینو خودمون اضافه بکنیم. بدین منظور در لینکی که در پایین همین ویدیو قرار گرفته از سایت گیت ها فایل STM32 مستر رو دانلود بکنید. چون حجم این فایل بزرگ بوده، من این رو در دو قسمت براتون تقسیم بندی کردم و اسپلیت کردم. هر دو فایل رو به صورت یک جا دانلود بکنید و در گزینه در فولدر هاردویر آردینو کافیست که آنزیپ بکنید این فایل رو و یک بار فایل آردینو آیدی ای رو ببندید و باز بکنید. بلافاصله بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، در قسمت برد منیجرتون در آردینو گزینه برنامه‌ریزی STM32 به این شکلی که ملاحظه می‌فرمایید اضافه خواهد شد. معمولا بردهایی که آنلاین در ایبی یا آمازون به فروش میرسه یا در ایران به وفور یافت میشه، همین برد STM32 F103C هست. این برد رو انتخاب میکنیم و قسمت نرم افزاری کار تقریبا میشه گفت که انجام شد. مرحله بعد مرحله اتصال این برد به کامپیوتر هست که معمولا از طریق یک مبدل USB به سریال انجام خواهد شد. همینطور که مشاهده می‌فرمایید روی این برد یک پین یک ساکت میکرو USB طراحی شده. این برای زمانی است که شما بخواید پاور رو به این برد بدید یا اینکه پروگرام این برد رو بخواید از طریق درایورهای خاصی که ویرچوال درایور در واقع نام دارن انجام بدین، که موضوع بحث امروز ما نیست و ما برای پروگرام کردن قطعا احتیاج به یک پروگرامر FTDI که بدین شکل خیلی برد ساده است و به وفور هم پیدا میشه. پس قسمت دوم اتصال این برد STM32 به یک مبدل USB است. در این نحوه اتصال دو نکته بسیار مهم مد نظرتون باشه. این برد اساساً با ولتاژ 3.3 ولت کار میکنه و بسیار مراقب باشید در زمان اتصال مبدل USB حتماً از ولتاژ 3.3 ولت استفاده بکنید. در غیر این صورت ولتاژ مستقیماً وارد IC تون میشه و اون رو از بین خواهد برد. همینطور که نگاه میکنیم، به دلیل اینکه قیمت این برد هم پایین بیاد،
هیچ رگولاتور یا پروتکتوری حتی یک دیود هم در این بورد وجود نداره، به جای دیودها و خازنها از یک IC RTC برای نگهداری زمان استفاده شده که بوردهای آردینو معمولا این رو نداره. بسیار عالی. پس برای اتصال کافی است که ولتاژ 3.3 ولت همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید و گراند رو متصل بکنیم و پین های آنوه و آسف رو هم به RX و TX مربوط بکنیم. همینجور که مشاهده می‌فرمایید پین آنوه و آده به عنوان ارسال و دریافت پین های RX و TX مشخص شده. این هم نکته دوم. آخرین نکته و سومین نکته این هست که این بورد برای برنامه‌ریزی شدن احتیاج به یک تغییر دیپ سویش یا جامپر داره. همینجور که مشاهده میکنید در این جامپری که در این مدار دیده میشه، در این بورد دیده میشه، دو سری جامپر وجود داره که در حالت نرمال یا در حالت عادی هر دو جامپر خاموش هست و به این شکل معمولا انجام میشه. زمانی که ما در نظر داریم این بورد رو برنامه‌ریزی کنیم، کافیست که این جامپر رو، جامپر اولیه رو که اصطلاحاً جامپر بوت بهش میگن رو در وضعیت شماره 1 قرار بدیم و کلید ریست رو یک بار فشار بدیم. بدیم منظور من USB رو به دستگاه مرتبط میکنم. بله. و بلافاصله مدار روشن میشه، ولتاژ فراموش نشه، از 3.3 ولت استفاده میشه، دکمه ریست یه بار فشار داده میشه. این مدار الان، این بورد الان آماده برنامه ریزی و استفاده از پین های آنالوگ و دیجیتال. یک نکته و آخرین نکته بسیار مهم، نامگذاری پین ها در این بورد بسیار کاربردی است. خدمتتون عرض بکنم که من ضمن اینکه فایل های آردینو رو در گیت‌هاب قرار دادم، فایل PDF کاملی که توضیحات دستگاه رو میده و این شماتیک بسیار مناسب پین آوت این دستگاه رو هم قرار دادم که عزیزان با یه پرینت ساده بتونن اسامی پین ها و شماره پین ها رو مطلع بشن، به دلیل اینکه شماره بندی پین ها و نامگذاری پین ها در بورد STM32 به طور کامل با آردینو متفاوت هست و باید از این اسامی که در این بخش مشاهده می فرمایید که البته در فایل PDF رنگی هست به سادگی بتونید از اون بهره بگیرید. پین های ورودی آنالوگ ما که مشاهده می فرمایید از PA0 شروع میشه تا PA7 و پین های دیجیتال ما از PB0 تا PB15. ضمن اینکه یک LED بیلت این مثل آردینو هم در نظر گرفته شده که شمارش هست PC13. این دو پین PC 14 و 15 هم قابل استفاده در سیستم هست. خب من به تنظیمات وارد میشم خیلی سریع و گذرا به دلیل محدودیت زمان یه برنامه رو آپلود بکنیم. من نمونه برنامه رو هم باز در گیت‌هاب گذاشتم که اگر از اون خواستن دانلود بکنن. همونطور که مشاهده میکنید بورد STM32 تعریف شده، به این گزینه‌ها تغییری نمیدیم، فرکانس و فلش 64K طراحی شده. خدمتتون عرض بکنم که 72 مگاهرتز به عنوان کلاک اصلی دستگاه و درگاه کام 4 به عنوان پین سریالی که قرار هست برنامه‌ریزی انجام بشه. من یک نمونه برنامه بسیار ساده رو که در برگیرنده پین آنالوگ و دیجیتال هست رو خدمتتون قرار دادم در اینجا، خیلی ساده مشاهده بفرمایید و در همون گیت‌هاب هم هست، میتونید دانلود بکنید. این کد از ورودی آنالوگ PB0
مقدار ورودی پی ای صفر ورودی رو دریافت میکنه و همین مقدار رو به عنوان یک فرکانس در پین پی سی 14 که یک پیزو به اون متصل هست و مشاهده میفرمایید این المان پیزو برای تولید یک صدا به وجود اومده. عملا هر مقدار ولتاژی که به پین پی ای صفر وارد بشه بر اساس اون مقدار صدایی از المان پیزو تولید خواهد شد. کافیست که من این کد رو آپلود بکنم، بلافاصله بعد از فشار دادن آپلود ملاحظه می‌فرمایید کامپایل برنامه شروع خواهد شد و سیستم شروع میکنه به آپلود کردن بعد از انجام کامپایل. ملاحظه بفرمایید کد آپلود شد و به خوبی هم با تولید این صدا همونجور که مشاهده میکنید در حال کار کردن است. من پلی سریال رو باز میکنم. برخلاف آردینو بیت های ورودی آنالوگ STM دستگاه STM 32 متفاوت هست و تا 16 بیت پاسخ میده که این بسیار بسیار تغییر خوبی هست، هم از نظر قیمت، هم از نظر تعداد پین های آنالوگ و دیجیتال و هم از نظر رزولوشن در مرتبه بهتری قرار داره. البته استیبیلیتی و سهولت کار در آردینو و فراوانی لایبراری ها در این بورد STM وجود نداره و بسیاری از لایبراری ها نیازمند تغییر هستن اگر بخوام روی این مدار روی این بورد کار بکنم. خب کارمون تقریبا با برنامه‌ریزی این بورد تموم شده. به محض اینکه کد رو آپلود کردیم و مطمئن شدیم که کد درست برنامه‌ریزی شده، جامپر یا دیپ سویچ مربوط به بوت رو در مرحله خاموش قرار میدیم، یعنی به این شکل ملاحظه میفرمایید و ریست رو فشار میدیم. بله میبینیم که دستگاه دیگه پروگرام شده و بعد از خاموش روشن کردن هم برنامه‌ای که در اون آپلود کردیم ذخیره شده و به راحتی اجرا خواهد شد. ملاحظه میفرمایید که با اتصال درگاه آنالوگ به گراوند صدای بازه برقرار است. امیدوارم که پروگرام کردن بورد STM32 کاربردی برای شما سروران ارجمند داشته باشه. خوشحال میشم اگر سوالی یا موضوعی در این خصوص باشه در خدمتتون باشم. به لینکی که در زیر این ویدیو هست مراجعه بفرمایید و فایل های لازم رو دانلود کنید و از این بورد استفاده ببرید که میتونه تجربه بسیار خوب و شیرینی رو براتون داشته باشه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.